ای مرد تو خوانده شدی تا از خانه و باغ زندگیت محافظت کنی و ای زن تو مست شدی تا حکمت خدا در خانه و خانوادت باشی. زمان پژمردگی نیست. زمانی که همش گریه بکنی بگی من ضعیفم نیست. زمانی که ضعیفان در حضور خداوند قوتی تازه خواهند یافت. افتادن برای همه آدم‌ها تو دنیاست، اما قوت بلند شدن برای من و تو در مسیح عیسی است. وقتی که تو فشارها هستی خداوند را بخوان، خداوند نزدیکتر از هر وقت دیگه با تو هست. وقتی در روزهای سخت هستی با قوت اعلام کن خداوند من، ولی من، حکم من، نجات دهنده من، پادشاه من زنده است و مرا از روزهای سخت خواهد رهانید. روح خدا تو را مسح کرده تا فقیران را بشارت دهی. او تو را فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشی. بس دیگه نگو ضعیف هستم، تو در مسیح قوت انجام هر کار نیکویی را داری. مسیح میگه هر کی به من ایمان بیاره چشمه های نهر حیات از درونش جاری میشه. اگه باور داری آنچه که اعلام میکنی از خداست، پس منتظر باش تا اون رو دریافت کنی. خداوندی که هم بر دنیای جسمانی و هم بر دنیای روحانی حاکمه، خدایی که تمام قدرت ها زیر پاهای اوست. پس بیایید به شایستگی آن خدایی که ما را به پادشاهی جلال خود دعوت کرده رفتار کنیم. در نام عیسی مسیح خداوند، شاه پرجلال، خدمت تک تک شما عزیزان، خواهران، برادران، دوستان و مهمانان عزیز که از راه دور با ما هستید، صلح و سلامتی خدا را اعلام میکنم. به جلسه وات پرستش مینیستری اعلام زنده خیلی خوش آمدید. خدا را شکر بر این فرصتی که داریم دوباره میتونیم در خانه خداوند جمع بشیم و در حضور مقدسین، هللویا، خدای زنده را پرستش کنیم. خدا را شکر بر این فرصتی که داریم امروز میتونیم در حضور خداوند باشیم. آمین که این شرایط تغییر پیدا خواهد کرد، دوباره قوم خدا در حضور خداوند پایکوبان، بدون اینکه صداشون رو بخوان در سینه در واقع نگه دارن، بلکه با فریاد شادمانی در حضور خداوند، هللویا، سرودای پرستشی بخونن. خدا را شکر بر این فرصتی که داریم. به شما عزیزانی که به جمع ما پیوسته، صلح و سلامتی خدا رو اعلام میکنم. باشد که به نام عیسی روز یکشنبه، روز ملاقات خداوند، روز سبت، شالوم و سلامتی. سفره‌ای امروز خداوند برای ما مهیا کرده که در حضور او استراحت کنیم، مشارکت کنیم. آمین که مطابق نیاز شما خداوند مسئله دل شما را پاسخ دهد. آمین. خوشحالیم که امروز با هم هستیم. میخوام ابتدا با هم پرستشی بعد از کلام داشته باشیم، اما ابتدا میخوام اون چیزی رو که میخوایم پرستش کنیم و کسی رو که میخوایم پرستش کنیم بدونیم برای چی میخوایم پرستش کنیم. معمولا روش ها اینطوری، خب اول انسان پرستش میکنه، زمین آماده میشه، خدا میاد بذر میپاشه. آمین. اما یه جاهایی هم هست من وقتی میخوام پرستش کنم و بدونم کی رو پرستش میکنم. به همین دلیل وقتی کلامو میشنوم میدونم که چه کسی رو باید پرستش کنم و چگونه باید پرستش کنم و برای چی پرستش کنم و چرا باید پرستش کنم. پس به همین دلیل امروز میخوام پیغام خدا رو با هم در میون بذاریم و بعداً بریم در حضور خداوند. آمین که روغنی تازه از حضور خداوند. آمین. روغنی تازه، روغنی خوشبو، مسی تازه در حضور خداوند بگیریم. خداوند بر اساس نیازهای ما، برای جسم ما اگه نیازی از خداوند از آسمان عطا کنه، برای زندگی ما نیازی هست خداوند از آسمان مهیا کنه، برای روح ما، برای روان ما، برای فکر خسته ما، فکر آشفته ما هست، هر چی که هست به نام عیسی مسیح خدا از آسمان به رحمت و نیکوی خودش، هللویا، فرا بگیره و تبدیل کنه و ما را از پوری خودش بی نیاز کنه. آمین. اگه یادتون باشه هفته قبل از پنتیکاست داشتیم درباره قدرت کلام و جنگ روحانی در آسمان صحبت می‌کردیم. درباره این صحبت کردیم که در آسمان جنگی بود. در مکاشفه باب 12 آیه 7 داریم صحبت می‌کنه. میگه که میکائیل با فرشتگان جنگ کردند. شیطان با فرشتگان جنگ کردند. کسایی که پیغام‌ها رو پیگیری می‌کردن میتونن در واقع بدونن درباره چی داریم صحبت می‌کنیم. و کلام خدا میگه یک جنگی اتفاق افتاد. اما فرشتگان شیطان و شیطان نتونستن غلبه پیدا بکنن. پس به همین دلیل اتفاقی که داره میفته اینه، میگه از آسمان سقوط کردن. سوال اینجا مطرح شد که با چی دارن میجنگن؟ اینا چگونه دارن میجنگن؟ اسلحهشون چیه؟ توپ، تانک، مسلسل، شمشیر، کمان، از این چیزای فضایی که مثلا پق میکنن به این وری ور، فیلمایی مثل کارتونا میبینن، آیا به هر حال این سبکا هست یا با لیزر دارن میجنگن؟ با چی واقعا دارن میجنگن؟ اونچه که کلام خدا داره میگه که سقوط کرد، از چی سقوط کرد و چگونه سقوط کرد؟
وقتی نگاه کردیم و با هم مرور کردیم دیدیم ظاهرا اینجا یه جنگ دیالوگه، جنگ کلامیه داره صحبت میکنن. امروز یه مقدار بیشتر داره انتهای موعظه دربارش بیشتر صحبت خواهم کرد که این جنگ دیالوگ داره اتفاق میفته. بعد درباره مزمور 93 با آیه 3 و 4 با هم نگاه کردیم که صحبت از این سیلی که مکاشفه داره میگه اون اژدهای سیلی، دهنشو باز کرد و سیلی. خیلی از ما به هر حال تو زندگی هامون بارها درگیر این نوع سیل ها شدیم، سیل دشمنان، سیل بعضی موقع دوستانن اما نمیدونن و دهانشون باز میشه و سیلی از چیزهایی که منفیه دهانشون میاد بیرون. و متاسفانه چیزی که هست زندگی شخص رو فرا میگیره. بارها توی مشاورایی که با افراد میکنیم یا بعضا خودتون تجربه کردید، افراد دردهای زیادی دارن. اسم مادر که میاد یه بغضی گلوشونه میگیره، اسم پدر که میاد یه بغضی هست، اما بغض دلتنگی نیست، بغض این که چرا پدر من میتونست بهتر باشه نبود، چرا مادر من میتونست بهتر باشه نبود، همسر من میتونست بهتر باشه، مهربانتر باشه نبود، و چرا و چرا و چراها. این دردهایی که عمیقا تو دلهای ما فقط به خاطر این سیلهایی که بعضی مواقع میگیم یارو چشمشو هم میذاره و شروع میکنه اون چی که نباید بگیره میگه، همه چیز میشکنه. بارها بعضی مواقع تو مشاورها که قرار میگیریم میگه برادر دیگه فایده نداره، همه چی شکسته. خب اوکی، حالا یه ذره بوام. نه، همه چی شکسته، چیزی که نباید گفته بشه گفته شده، چیزی که نباید میشنیدم شنیدم و همه چیز خراب شده. همه اینها سیلیه که در واقع دهان باز میشه. و روش این اژدها، روش این ابلیس، روش شیطان اینه که دهنشو باز کنه و تمام خشم و انزجارشو بتونه در واقع بیرون بریزه. و از طریق کی؟ از طریق متاسفانه عزیزان ما، از طریق دوستان ما، از طریق افرادی که میشناسیم. انسان از کسی که در واقع نمیشناستش دردی هم نمیگیره. درد زمانیه که در واقع عزیزان آدم هستن، اونایی که دوستشون دارن، پوست و گوشت و خونشون هستن و انتظاری ندارن و دهان باز میشه. بعضی مواقع افراد، یه شخصی شوهرش خیلی قاطی کرده بود و داشت چی میکرد، بعد صداشو ضبط کرده بود، بعد یه وقتی بگه بیا با هم صحبت کنیم. اوکی، اومدن صحبت کردن، شخص میگه نه من نکردم. میگه آره تو کردی. نکردم. گفت میخوای بهت ثابت کنم تو کردی. موبایلش در آورد جلوش گذاشت. ای تو صدای منو ضبط میکنی؟ گفت واقعا میگی نکردم. بعد میگه من نگفتم. میگه پس این صدای کیه؟ صدای همسایه‌مونه. بعد آقا شخص یادش هم حتی نمیاد من گفتم. یعنی اگه ضبط نکنی، جلوش نذاری، ممکن است یادش نیاد. و این روشی که معمولا دنیای تاریکی استفاده میکنه. دنیای مدیا هم الان دنیایی که هر کسی دهنشو باز میکنه، هر چی که دلش میخواد به نوعی ممکنه بگه. ولی به هر حال این جنگ، جنگ دیالوگ، جنگ کلمات، جنگ واژه هاست، جنگ چیزهایی که در واقع شخص از قلبش، از دل زخمی، از دل شفا نیافته، از دل جراحت، از دل عفونی یا گذشته یه شخص پشت سر گذاشته و در واقع شفا نیافته. و الان افرادی میشناسیم که در گذشته در واقع سختی های زیادی مرد کشیده، حالا بزرگ شده، ازدواج کرده، تمام رنج هایی که تو زندگیش کشیده با همسرش میریزه بیرون. یا برعکس، به هر حال دختر توی خانواده بوده، تو رنج های مختلف بوده، شفا نیافته، الان وارد یک زندگی میشه، تمام خشم های دوران گذشتهشو به دیگری میریزه. و اینجاست که در واقع صحبت از چیه؟ صحبت از جنگ با کلماته. و عزیزان میتونن کلمات رو طور دیگه استفاده کنن، اما متاسفانه این کلمات قلب افراد، عزیزانشون رو زخمی میکنن. اما بعد بیایم نگاه بکنیم، میبینیم که این جنگی که در آسمان بود و به سقوط در واقع انجامید، چه اتفاقی میفته. میخوام کتاب مقدس، اگر دارید عزیزان، راه دور یا نزدیک باز کنید و با هم مکاشفه رو یه نگاهی بکنیم و ببینیم اونجا چه چیزی داره صحبت میکنه و این دیالوگ ها چگونه قدرت پیدا میکنه. یه زمانی یه تیر هست مشقیه، مثل این ترقایی که خوشگل به آسمان میره. یه زمانی از تیرها واقعیه و نوع کالیبرش فرق میکنه و در واقع نه فقط سوراخ میکنه بلکه متلاشی میکنه. هر کلمه مثل یک فشنگه که بستگی به نوع تفنگش داره از کجا شلیک میشه.
و به همین دلیل میتونه در واقع فقط خراش بده، میتونه زخمی بکنه، میتونه بکشه و منهدم بکنه و نابود بکنه. اما آیه 12 میخوام یه تیکه از این آیه رو برای شما بخونم. میگه وای بر زمین و دریا، زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است و با خشم عظیم، با خشم عظیم، با نفرت عظیم، چون میداند زمان او کوتاه است. اینجا دو تا مفهوم داره، یکی مفهوم نبوتی داره صحبت میکنه، برای کل جهان داره صحبت میکنه، اما من میخوام یه مقدار شخصی سازیش بکنم و اونی که برای زندگی شخصی ما، وقتی کلام خدا میگه جنگ ما به انسانها نیست، انسانهایی که پوست و گوشت و خون دارن، بلکه با دنیای تاریکی، اینجا ریشه هاشو ما میتونیم ببینیم که چگونه داره کار میکنن. با خشمی عظیم، واژه‌ای که در واقع میگه با خشمی عظیم، واژه خشم توموس که از ریشه کلمه تو میاد، به معنی کشتن، قربانی کردن، سوزاندن، یا با آتش کشیدن، یا با ضربه محکم و مهلک شخص رو نابود کردن. این واژه‌ای که در زبان اصلی برای خشم استفاده میشه. و هر کدام از ما ممکنه تو زندگیمون خشمای گرفتیم با لول‌های مختلف، با شلیک‌های مختلف. اما هدف از این خشم که کتاب مقدس در راجبی صحبت می‌کنه، شاید شخص واقعاً نخواد. تو زمان سربازی یکی از دوستای ما بود، داشت اسلحه‌اش رو تمیز می‌کرد، بالا پایین می‌کرد، اینور اینور می‌کرد. خب از این شوخی‌ها معمولاً زیاد انجام میشه و تلفات هم زیاد داره، که شخص اسلحه میگیره، طرف اونم میگه نگی نگی، میگه بابا خالیه اینا، نگی نگی، آ نگاه کن، زد در جا. چه شوخی چه جدی، فشنگ میکشه. بعد حواسمون باشه، بعضی موقع مسخره کردن شوخیه، اما شخصیت یک نفر رو میکشه. دست انداختن یک نفر شوخیه، اما شخصیت یک نفر رو میتونه بکشه، میتونه قلبش رو خدشه کنه، میتونه جگرش رو بسوزونه. و دقیقا واژه‌ای که داره استفاده میکنه، کشتن، قربانی کردن و سوزوندن. دیدی میگه فلان یه حرفی به من زد، دل منو سوزون. دقیقا همین واژه خشمه. دقیقا مفهوم خشم یعنی سوزاندن، یعنی چیزی رو گفتن یا کاری رو کردن که شخص رو بسوزونه. و بعضی ها اصلا استاد اینن که در واقع دیگران رو به خشم میارن و خودشون هم ممکنه بعدش آروم بشن یا اصلا این خیالشون نباشه. اما با خشمی عظیم، خشمی شدید و خشمی نفرتبار میاد. اما بریم، این همه مقدمه بود درباره اون چیزی که دو هفته پیش پشت سر گذاشتیم، اما امروز میخوام با هم بریم به افسسیان و با هم یه مروری بکنیم. لطفا کتاب افسسیان رو باز کنید، رساله افسسیان باب 5 رو میخوام چند تا آیه رو با هم مرور کنیم. تو روزهایی قرار میگیریم بعضی مواقع که زندگی ما شرایط خوبی نداره. از صبح که بلند میشی احساس میکنی یک، حال نداری. دو، حوصله کسی رو نداری. سه، اصلا احساس میکنی اعصاب معصاب نداری. خب 4، اصلا تحمل هیچ حرفی رو که سوال بکنن این چیز من کجاست، من چه میدونم کجاست، تو همه چیز رو میریزی. میگه من چیزی نگفتم، حالت خوبه، صبح خواب بلند شدی، صبح بخیر، صبح بخیر. خب میگه من نمیدونم، خودت برو بگرد ببین کجاست. این روزها رو هر کس ممکنه به نوعی تجربه کرده باشه. اصلا صبح که از خواب بلند میشه، دلیلش هم کسی نیست، نه اون کسی که زودتر بلند شده، نه دلیلی به شب گذشته داره، نه روز گذشته، نه هفته. بلند میشه احساس میکنه اصلا اون روز حوصله چیزی رو نداره. مریض هم نیست که بگیم مریضه، نمیدونم فشار خونش اینه یا اینه یا اینه، میگیم خب یه دلیلی وجود داره. اصلا صبح که بلند میشه حالش خوب نیست. شخص صبح زود بلند شده، رفته سر کار، برگشته اولش میپرسن چطوری، خسته نباشی؟ چه خسته نباشی، مردم. آخه خب چی شده، چی میخواد بشه؟
یعنی واژه‌هایی نیست که در واقع پاسخ یک احوالپرسی با محبت خسته نباشی. پاسخ این نیست، یه جوری دیگه داره همه چیز اعلام میشه. و اینجاست که در واقع میخوام با هم بریم و مروری بکنیم روزهایی که احساس میکنید هیچی سر جاش نیست. جالبه، قبل از این که در واقع بخوام راجع به این آیه با شما صحبت کنم، یا بذاریم آیه رو بخونیم و بعد برم اون چیزی که میخوام بگم. بریم آیه 15، افسیان باب 5 آیه 15 میگه با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. آمین. وقت را دریابید، زیرا که این روزها شریر است. این روزها شریر است، از این جهت بیفهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. میخوام یه مقدار درباره این روزهای شریر با شما صحبت کنم. جالبه با شما بگم توی یک ماه و نیم گذشته، یا حتی این دو ماه گذشته، کمتر از دو ماه اما نزدیک دو ماه گذشته، جالبه پیغام‌ها و موضوعات دعایی که میرسید صحبت از این بود. یه عده تشخیص میدادن که در واقع برادر ما توی جنگ روحانی افتادیم، عده هم میگفتن برادر برای ما دعا کنید همه چی تو حواست، برادر برای شوهرم دعا کن، برادر برای زنم دعا کن، برادر برای بچه‌ام دعا کن، برادر برای محیط کارم دعا کن، چی شده صاحب کارم محصاب نداشته، خیلی خوب صمیمی همه چیز، هفته قبل به من تشویقی داده، الان به من گفته که ممکنه هر آن بکنمت بیرون. یعنی اینقدر اختلاف و تشویقی تا اخراج چیزی شده؟ نه، آدم خیلی خوبی هم هست، نمیدونم بنده خدا چشه، دعا کنی اگه تو زندگیش مشکلی داره خداوند ملاقاتش کنه. شخص برای شوهرم چی شده؟ نمیدونم، اصلا مدتی به هم ریخته. خب معمولا بعد بگردیم دنبال چی؟ وقتی مرد قاطی میکنه سریع زن میره دنبال چی؟ خانواده حتما، خواهرت زنگ زده، حتما مادرت فلان کرده، یا دنبال یه بهانه‌ها و دلیلایی می‌گردیم که ببینیم در واقع از کجا ریشه داره می‌گیره. خب نزدیک‌ترین کس هم کیه؟ کسایی که احساس می‌کنیم عزیزان ما تحت تاثیر اونها دارن قرار می‌گیرن. اما یا مگه تو از صبح خواب بلند شدی حال نداشتی، تحت تاثیر مامانت بودی یا تحت تاثیر بابات بودی که اون تحت تاثیر مامان باباش باشه، اونم یه آدمی مثل تو که خودش حالش خوب نیست امروز؟ اما این روزهای شریر چیه؟ روزهایی که انگار به قول معروف میگه چیه، دنبال شر میگردی، دنبال دعوا میگردی، دنبال این هستی به یه نفر گیر بدی، میخوای به من گیر بدی. بارها به هر حال این چیزها واژه‌هایی که تو زندگی ممکنه ما بشنویم. روزهای شریر روزهاییه که هیچ دلیلی بعضاً وجود نداره. بی دلیل همه چیز تو هواست، بی دلیل یه دفعه سابکارت با تو کج افتاده، بی دلیل یه دفعه همسرت به تو یه چیزی میگه، بی دلیل زنت به تو یه چی میگه، بچه پرخاشگر میشه، اعصاب مصاب نداره، بی دلیله، همیشه دلیل نداره. وقتی میپرسی چرا میگه هیچی، نه حتما یه چیزی هست. کتاب مقدس داره میگه نه، همیشه یه چیز نیست، جنگ روحانیه، و چون که تو نمیتونی تشخیص بدی تو اتمسفر جنگ دنیای روحانی چه اتفاقی داره میفته، شروع میکنی به جنگ های زمینی یا گیر دادن های زمینی، هی سینجین کردن، آخر کار میگه دست از سرم بردار، ولم کن برو تو اتاق، میخوام راحت باشم. هی میگم هی چی نیست، توی میگه یه چیزی هست. نه، همیشه یه چیز نیست، شخص خودش هم نمیدونه چیشه. امروز میخوام به شما راجع به این صحبت کنم. یه روزهایی هست که روزهای شریره. برای ما ایمانداران چه روزهایی میتونه روزهای شریر باشه؟ چه روزهایی شرارت میتونه به وجود بیاد؟ شما تصور بکن یه دشمنی داری. به نظر شما دشمن شما از خوشی شما خوشحال میشه؟ یا بیشتر رنج میکشه؟ از خبر ازدواج شما خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟
این که تو یه مغازه‌ای بگیری، یه بیزنسی بزنی، این که تو پناهندگی قبول بشی، این که تو موفق بشی، این که یه کار خوب پیدا کنی، این که پسرت داماد میشه، این که دخترت عروس میشه، این که یه خونه‌ای بگیری و و و و به نظر شما خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ پس همیشه خشم‌های شیطان پشت یک برکت یا پیش از یک برکت میاد. پس هر وقت تو زندگیت اینو داشته باش، هر وقت توی زندگیت داری میری به سمت موفقیت، در اینا که تمام فوکوست روی شکرگزاری و برکت از جانب خداونده، حواست ماشه. برکت شاید نتونه دست بزنه، اما شادی برکت رو میخواد بزنه، خوشی برکت رو میخواد بزنه. چند وقت پیش یه چی نوشته بود که آره همسرم الان 2 ماه زایمان کرده ولی حوصله نداره، تو خونه همش انزوا، حوصله نداره مامانشو ببینه، حوصله نداره اینو ببینه، حوصله نداره. خب معمولا میتونید ببینید دیگه، بهش میگن افسردگی بعد از زایمان. اینو خب افراد میتونن بدونن، یه چیز میتونه معمولی باشه. اما سوال اینه چرا شادی بعد از زایمان به وجود نمیاد؟ خنده بی خود بعد از زایمان به وجود نمیاد؟ چرا خوشحالی زیاد بعد از زایمان به وجود نمیاد؟ چرا باید منفی باشه؟ چون یه برکت اومده. و این چیزی که امروزه به عنوان علم داریم نگاه میکنیم، خیلی چیزها رو به عنوان علم نگاه میکنیم. آره تشخیص میدن، اما این تشخیص دادن دلیل بر واقعیت اون نیست، میتونه یک لعنت باشه. به همین دلیل یه زمانی دخترتون، یه زمانی دومادتون بچه دار میشن، خودش بچه که نمیاره، خب دختری بچه میاره، یا به هر حال عزیزانتون بچه متولد میشن، حتما دعا کنید که به نام عیسی مسیح لعنت این افسردگی بعد از زایمان روش نشینه. خیلی چیزها بعد از به وجود میاد، مثل بیماری های قند برای مادر بعد از زایمان. الان من نمیخوام برم داخل این قسمت، اما میخوام بگم که بعد میگه آره طبیعیه، معمولیه. چه طبیعیه؟ خدا یه برکت داده، میاد پشت مادر لعنت میکنه به خاطر اینکه برکت آورده. از اون وقت شکرگزاریم که خدا یه برکت داده، بعد نگاه میکنه یه لعنت اومده رو اون مادر بیچاره. بعد ما میگیم این طبیعیه. چه طبیعی؟ از کجا طبیعیه؟ من چنین خدایی نمیشناسم. اینجاست که در واقع ما باید بدونیم روزهای شریر روزهاییه که یا برکتی در پیش روه، یا برکتی گرفتی که بعدش میخوا خوشی زندگی تو رو بدوزه. و حتی بعضی مواقع ممکنه بگه چیزی رو زمین خبر خاصی نیست. میگم آیا عهدی جدید با خدا بستی؟ آره. آها، پس در دنیای روحانی چرا تو دنیای زمینی احساس میکنی برکتی نیومده که شیطان بخواه حمله کنه، اما در دنیای روحانی وقتی عهدی میبندی با خداوند که تصمیم میگیری اراده خدا رو انجام بدی، جنگ های روحانی به وجود میاد. روزهای شریر چه روزهاییه؟ ما مسیحیه که از ایران اومدیم با پس زمینه مذهب، چیزهایی رو در واقع تجربه میکنیم که متاسفانه شاید بیشتر از بقیه باشه. تمام ایام‌های مذهبی که تو ایران بزن و بزن تو سرخشون و کشتن و خون و خونریزی و عذاب و مصیبت و سفره و و و و و، به خاطر بک‌گراندی که در واقع وجود داره، یا ممکنه دعاهایی که برای شما میکنن به اسم خودشون که در واقع میخوان دعای خیر بکنن، اما بیشتر بدی و شرارت به هر حال روانه میشه. این روزها روزهای شریره. وقتی نگاه میکنی توی یه ماهی مثلا به وجود میاد، مثلا ماه رمضان، ماه نمیدونم محرم، ماه این، ماه این، ماهای این، ایماندارای مسیحی دائم با اینکه بیرونن، ممکنه تو ایرانم نباشن، ممکنه تو ایرانم باشن، یه جنگهایی روشون میاد با اینکه شرکت هم نمیکنن، باورم ندارن، هیچ رابطی هم ندارن، اون ایام ایام خوبی براشون نیست. بعد میبینی تو خونه ما چرا همه چی به هم ریخته است. وقتی میبینی به هم ریخته است بی دلیل، یکی از دلایلش ببینه تو ایران امروز چه خبره، تقویم رو نگاه کن. روزهایی که بچه متولد میشه، روزهای تولد، حتی سالگرد تولده، میخوای هفته دیگه چند روز دیگه تولد میخواد بگیره، یه دفعه یه دعوایی بی خود تو خونه سر یه چیز که شخص احساس میکنه هیچی. بعد میگه خب چرا ما چند روز دیگه تولد، راجع بهش صحبت میکنم همه چی خوب بود، یه دفعه همه چیز خراب میشه.
درسته تو اون روز حالا تلاش میکنن اون روز رو به نوعی بگذرونن، اما نگاه میکنه همیشه قبلش یه جنگی به وجود میاد. هر جا برکتی هست کلام خدا میگه، میگه در حضور دشمنانت برات سفره پهن میکنم. پس جایی که سفره هست دشمنانم هستن. خب دشمنان همینطور نمیتونن بیان تو زندگی تو، باید چه کار کنن؟ باید یک نوع جنگ را بندازن. این جنگ ها چگونه را بندازن؟ جنگ کلمات، جنگ واژه ها. به همین دلیل میگه بیخبر نباشید و به دقت رفتار کنید. میخوام چند تا واژه رو برای شما باز کنم که با خبر باشید. میگه بیدار بودن، هوشیار بودن، آگاه بودن، توجه کردن، مراقب بودن و دیدبانی کردن. کی؟ روزهایی که احساس میکنی همسرت حالش خوب نیست، شوهرت حالت خوب نیست، بچت حالش خوب نیست، یان کلن متوجه باش. فرمت دیدبانی تو باز کن. چه اتفاقی داره میافته؟ احساس بکن به هر حال ما روح خدا رو داریم. روح تشخیص رو باید داشته باشیم و تو روح تشخیص ما باید بتونیم تشخیص بدیم تو جو روحانی خانواده ما، عزیزان ما چی داره میگذره. آمین. و دعا کنم خدا روح مکاشفه به من بده، خدا به من نشون بده چه اتفاقی داره میفته، چی شده دخترم، پسرم، بچه من، نوه من، عروس من، دوماد من که الان با عزیزان ما هستن توی حال خوبی ندارن. دقت کنید تا چون حکیمان رفتار بکنید، وقت را دریابید. حکیم یا حکیمان که اینجا واژه‌ای که برای حکیمان استفاده میشه، میگه سوفوس، یعنی با متانت، با هوشیاری، با ذکاوت، با عاقلانه و با تدبیر. واقعا فکر نمی‌کنید واژه هم واژه‌ای که ما نداریم و احتیاج داریم که داشته باشیم؟ که حکیمانه چگونه من میتونم رفتار کنم، چگونه من میتونم با متانت و هوشیاری و ذکاوت و عاقلانه رفتار بکنم، نه چون جاهلم. واژه جاهل دقیقا ضد کلمه حکیمه. معمولا در زبان یونانی آ یا ای اول یه اسم بیاد منفیش میکنه، هرچی که هست رو با ای منفی میکنن، مثل نون ادبیات فارسیه. حکیم میشه، حکیمان میشه سوفوس، جاهلان میشه ای سوفوس. حالا جالبه وقتی معنیش رو با یه ای معنیش میشه گیج، منگ، خوابالود، حیرون و به نوعی مجنون. این معنی جاهله، انگار نمیفهمه چه اتفاقی داره دور و برش میاد. و سوال اینه آیا میفهمی چه اتفاقی داره بر سر زندگیت میاد؟ آیا حواست هست؟ این روزها شریر است. پونروس، واژه‌ای که برای شریر استفاده میکنه، میگه بد، زشت، چندش آور، تهوع آور و گناه‌آلود و انزجار آور. یعنی روزی که اصلا حالت خوب نیست، به قول معروف مثل تهوع آوره، اصلا دوست نداری این حالت داشته باشی. افرادی که به هر حال به خاطر مشکلات گوارشی یا هر چیزی تهوع میگیرن حالت خیلی بدیه، حوصله هیچی نداره، نه حوصله خوردن، نه حوصله هیچی. و این روز داره راجبش داره میگه یک روز تهوع آور، یه روز بدبو و یه روز بد و زشت و یک روزی که در واقع اصلا خوشایند نیست. تا الان تجربه کردید تو زندگی این روزها رو که دعا میکنی بره دیگه بر نگرده این روزها؟ چه روز سختی بود، چه هفته سختی بود، چه چند روز بسیار سختی بود. بفهمید چه اتفاقی داره تو زندگیتون براتون میفته. از این جهت بیفهم نباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. اراده خداوند
چیست؟ تو آیه 10 رو نگاه بکنید. همین ما الان آیه 17 هستیم. آیه 10 میگه دقت کنید، تحقیق کنید، متوجه بشید که اراده پسندیده خداوند چیه؟ پس در اعمال بی ثمر ظلمت شریک نشوید. از روش های شیطان پیروی نکنید. از اینکه دهانشو باز میکن اژدها، مثل اژدها نباش. مثل مار قدیمی عمل نکن، مثل دیابولوس عمل نکن، شریک اون نباش، مشابه اون عمل نکن، از روش های اون عمل نکن. و این راجب کی داره صحبت میکنه؟ راجب کلیسا، راجب ایمانداران داره صحبت میکنه، راجب ماها داره صحبت میکنه، راجب انسان داره صحبت میکنه، راجب موجودات آسمانی صحبت نمیکنه. دقیقا راجب ما داره صحبت میکنه. میگه حواسمون باشه داره چه اتفاقی میفته. مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. مستی متوس کو، که ازش کلمه مته میاد، زیاده روی، از کنترل خارج شدن، تعادل رو از دست دادن، هوشیار نبودن. و بعد آخر کار میگه شخص دست خودم نبود. این واژه رو چند بار شنیدید؟ یکی بهتون چی گفته بعد آخر کار گفته دست خودم نبود؟ میگه دست کی بود؟ نمیدونم چی شد. خب شخص ممکنه مست نشده، اما چرا مستی رو استفاده میکنه؟ از اون داره به عنوان یه ابزار استفاده میکنه. اما همیشه شخص نباید مست باشه که نفهمه چی گفته. اتفاقا افراد مستم نبودن ولی باید نفهمیدن چی گفتن. هیچی هم نخورده بودن اما کنترل دست خودشون نیست. پس کنترل دست کیه؟ این روزها شریره. دهان تو، زبان تو، رفتار تو اجازه نده که شیطان از او استفاده کنه بر ضد عزیزانت، چون که زبان تو قدرت داره، میتونه اونها رو بسوزونه، میتونه نابودشون کنه. و برادر اون هر چی از دهنش در میاد دلش میخواد به ما میگه. و ما چیکار بکنیم؟ بشینیم مثلا برای خودمون مثلا چیکارش کنم؟ بگم دوباره بهم بگو، با فریم مثلا یکی دیگه بگو، خوشم اومد مثلا، تشویقش کنم، مثلا تشویقی بهش بدم، چی بهش بدم؟ بستنی براش بیارم؟ خب داره یه چیزی به من میگه دیگه، اگه بهش نگم. دیدی این صدا دائم بهت میگه یه چیز بهش بگو؟ اون داره تو رو نابود میکنه، تو هم نابودش کن، تو هم خفش کن، تو هم بسوزونش، متلاشیش کن، بفهمه، فکر نکنه زنه، فکر نکنه مردگی، چی بهش بگو؟ بگو داغونش کن. میگه مثل آدمی مست نباشید که کنترل دست خودشون نیست، بلکه از روح پر شوید. آمین. از روح پر شوید. چرا میگه از روح پر شوید؟ روح، روح رو میشناسه. برای چی عطای تشخیص ارواح جزء عطای روح القدسه؟ چون روح، روح رو میشناسه. شخص روحانی شرایط روحانی و جنگ‌های روحانی رو می‌شناسه. شخص جسمانی تشخیص نمیده که جنگ روحانیه. به همین دلیل شروع می‌کنه انسانی جنگیدن. حالا ممکنه ایماندار باشه. ایماندار ما داریم، اما ایماندار روحانی داریم. ایمانداری که جسمانی زندگی می‌کنه، با اینکه ایمانداره، اما ایماندار روحانی با ایماندار جسمانی که کتاب مقدس داره جواب صحبت می‌کنه متفاوته. و میگه روح پر بشید. چون روح، روح رو تشخیص میده. و امور روحانی رو روح القدس میشناسه و روح را فقط روحه که بیرون میکنه. آمین. تو نمیتونی روحی رو بیرون کنی از زندگی و خانوادت و جو روحانی رو نمیتونی تقدیس بکنی اگر در روح نباشی. روح، روح رو بیرون میکنه، روح، روح رو تشخیص میده و روح میتونه در واقع روح رو ببنده. آمین. به همین دلیله که به اون میگن جنگ روحانی، چون جنگ بین دنیای روحانی و بر ضد تو. و اینجاست که روح القدس میتونه به تو کمک بکنه. اما این جنگ چگونه است و اصله جنگ چیه؟
گفتم مشاجره، مکالمه، دعواهای رفتی. خدا چی میپسنده؟ دقت کن. اگه عیسی بود چه کار میکرد؟ آیه ده اینو میخواد بگه. اگه عیسی بود چه کار میکرد؟ میره تصور کن توی خانواده هست عیسی و داره مثلا یکی داره یه چی بارش میکنه. به نظر شما عیسی دردش میگرفت؟ به نظر شما قلبش میسوخت؟ یه چی بهش میگفتن به نظر شما میسوخت؟ یا فکر میکنی ربات بود؟ دردش نمیگرفت نه؟ یا این خیالش نبود؟ فکر میکنی برای عیسی ساده بود که بگو اینا رو ببخش؟ اگر عیسی بود چه کار میکرد؟ این تنها روشیه که میتونه بهت کمک کنه. اگه عیسی بود چی میگفت؟ اما بیایم بریم جلوتر، بریم ببینیم که آیه 19 چی میگه. میگه با یکدیگر با مزامیر، حالا یه دعوایی انجام شده، روزها روزای شریره، بیفهم نباش، گیج نباش، منگ نباش، حواست باشه، پر از روح القدس باش. خب برای دعوا کردم با یه چیزی بارم کردم، من چه کار بکنم؟ جالبه، میگه با یکدیگر با مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید. چه کار کنم؟ داره فوشم میده. مثلا بیام بگم هاللویا هاللویا هاللویا، داره تفلک میگه آخه تفلک زن من خول شده این تفلک، من چی ببره موقعا بهش بگم؟ من شکرگزاری کنم هاللویا مرسی خدا من مثلا بعد بیرو بام میکنم، من چی کار باید بکنم واقعا؟ بنظر شما باید چی کار کرده؟ واقعا این روش کتاب مقدس داره به ما میگه. اولا که خب میگه سعی کن شرایط زندگی و امور زندگی تو طوری باشه، چند تا تیپ داره به ما میده، خوب نگاه کنیم ببینید چی میگه. باشه میگه که گفتگو کنیم، میگه لاله و قبلا راجبش صحبت کردم، صحبت کردن، حرف زدن، دیالوگ کردن، گفتگو شنود، پاسخی به یک سخن. حالا چرا ما با وسط دعوا بیام سرود بخونیم؟ این هم شد حل؟ تو روزهای شریر که شوهرم اعصاب معصاب نداره من سرود بخونم، زنم حوصله نداره سرود بخونم، اون یکی قرقر میکنه بعد سرود بخونم، تو خونه همه به هم جون هم دیگه دارن میپرن، من بیام چیکار بکنم؟ بیام سرود بخونم؟ چرا واقعا کتاب مقدس اومده همچین چیزی رو که اصلا ظاهرا فهم کنی هیچ ربطی نداره به شرایط ما؟ توی دعوای نون و حلوا پخش نمیکنن. واقعا چرا یه دفعه داره تو این وسط روزهای شریر و دعوا و بگو مگو و چیزی که داره اتفاق میفته و روح القدس پر بشید بعد این کار بکنم؟ من بیام سرود بخونم، تسبیحات و مزامیر رو نمیدونم پرستش انجام بدم؟ چرا واقعا؟ یه مقدار با عقل جور در نمیاد، نه؟ خیلی منطقی نیست. احساس میکنم که نمیفهمم خدایا. خیلی آدم احساس میکنه قلوبا میزه. آخه کی مثلا، کدوم شخص روحانی تو وسط دعوا مثلا میادم چه کاری انجام میده که من برم انجام بدم؟ چرا وسط دعوا ما باید بیام این چند تا کلمه‌ای که داره میگه، مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی، در دل سرود بخوانید، ترنم کنید، پیوسته همه چیز رو برای در نام خدا من شکرگزاری کنید، چرا باید ما این کار انجام بدم؟ اوکی، برگردیم به مکاشفه باب 12. زمانی که همه چیز عالی بود و فرشتگان و صرافین در حضور خدا دارن پرستش میکنن، همه دارن در واقع در یک هارمونی، در یک ریتمی، همه چیز عالیه، تمامی آسمان در آرامش. و تصور کن که همه فرشته‌ها دارن ستایش میکنن. میخوام یه لحظه تصور کنید، از اینه که راه دورم هستید تصور کن همه چیز در آسمان
داره پرستش میشه. یه دفعه فرشتگان از اومد، یه دفعه میان میگن او هاللویا، او هاللویا. یه گروه فرشتگان دیگه اینجا یه دفعه میان پاسخ میدن تو ای خداوند لایق جلال، تنها یهوه شاه شاهان، یشوع ادونای. یه گروهی دیگه مالک ما. همه چی تو نظمه. یه دفعه یه صدای درگیری یه گوشه داره میاد، نه برو عقب، تو حق نداری بیا اینجا، نه اینجا جای ماست. فکر میکنی چه اتفاقی یک آن تو آسمون داره میافته؟ یه دفعه موجی از فرشتگان میکائیل پشتش میستن و از اون ورم میبینی شیطان با فرشتگانش دارن میان تا یه نظمی رو به هم بزنن. شما غیر از این متوجه میشید؟ همه چی تو نظمه، همه چی توی هارمونی، همه چی تو وسط پرستش بود. یه دفعه همه چیز به هم ریخت، یه دعوایی یه جا داره اتفاق میفته و انگار اومدن تمام سیستم پرستش و سیستم نظام خدا و احترام و حرمت خدا رو همه چیز میخوان بشکنن و یه جنگی داره را میفته. فقط میخوام یه تصور انجام بدی. اولین جنگ، اولین صدا و اولین فریادی که خلاف اون هارمونی خدا بود چیه؟ یک خشم بر ضد حرمت خدا. و اونجا تازه کتاب مقدس میگه جنگ راه گرفت. من فقط خواستم قبل از جنگو بهتون بگم چه شرایطی بود. همه چیز آروم بود. و بعد یه سقوط داره انجام میشه. و اینجاست که خدا داره یک اسلحه داره صحبت میکنه. دیالوگ اینجا چه اتفاقی افتاد در آسمان؟ میکائیل با شیطان یه دیالوگ بود. دیالوگ سر چی بود؟ جنگ سر چی بود؟ سر اینکه چرا او باید پرستش بشه و من پرستش نشم. تمام سر این بود. تمام جنگ شیطان و عقده شیطان سر پرستیده شدن بود که منم میخوام پرستش بشم. که میکائیل میگه تو لایق نیستی، من و تو مخلوق هستیم، اونی که باید پرستش بشه اونه، عیسی مسیح یشوع باید پرستش بشه، تنها خداوند یهوه باید پرستش بشه، نه تو نه من. و اینجاست که جنگ داره اتفاق میفته. حالا اینجا میگه روزهای شریر چیه؟ روزهایی که میخواد اون آرامی در حضور خدا رو از زندگی تو بزنه. به همین دلیل میگه از همین اسلحه بر ضدش استفاده کن. آمین. شاید یه وقفه‌ای، نمیدونم، خب کتاب مقدس چیزی نمیگه، ولی میشه حد زد ممکنه به هر حال میکائیل اومده و داره میجنگه، از اون فرشته‌ها دارن همچنان پرستش میکنن، چرا که کلام خدا میگه خدا بر تخت سلطنت همچنان نشسته. و اینجا همون چیزیه که تو جنگ‌های روحانی و روزهای شریر، خدا در زندگی تو همچنان بر تخت سلطنت نشسته. پس به همین تو همچنان به پرستش ادامه بده و نگران نباش که چه اتفاقی داره میفته. تو همچنان در قوت هاللویا خدا رو پرستش کن و تمجید کن و او رو شکرگزاری کن، چرا که خدا در حیطه سلطنت نشسته. او پادشاه پادشاهان، خدای خدایان، رب جلال در زندگی تو حاکمیت داره. او ادونای تو، او زندگیش و زندگی تو رو در کنترل داره. هیچ چیزی خارج از زندگی تو، هیچ گنجش که خارج از اراده تو خداوند بر زمین نمیافته. آمین. و خدا میگه موهای سر تو رو شمارده و هیچ چیزی خارج از اراده خدا و
چشمای خدا در زندگی تو انجام نمیشه. تو همچنان در پرستش، در مزمور و در ستایش خدا بیست، چرا که خدا برای تو میجنگه. آمین. دهانتو باز نکن وقتی یه چی به تو گفت، یه چی جوابش بده. شروع کن در حضور خداوند. من میدونم اون روحی که در واقع بر ضد من ایستادی، بر ضد ایمان من ایستادی، بر ضد وفاداری من به خدا ایستادی، بر ضد خدمت من ایستادی. تو خونه داری سوک میدی، خواهر و برادر و زن و شوهر رو داری سوک میدی بر ضد من، که در واقع اینو به هم بزنی. من همچنان زندگی من وقف خداونده. آمین. و همچنان ادامه بده. به همین دلیل وقتی نگاه میکنیم میگیم آخه خیلی خنده داره، من وسط دعوا بشم پرستش کنم. این اسلحه جنگ ماست و به همین دلیل داره به تو حمله میکنه که اون آرامش حضور خدا، اون شادی حضور خدا رو به هم بزنه. به همین دلیل در آسمان همه چی رو به هم زد، از همون روش داره رو زمین عمل میکنه. اینجاست که میگه بیا با هم با این نوع دیالوگ صحبت کنید. یک، دو، تو روزهای شریر باز از این استفاده کنید، چه روزهای آرام چه روزهای شریر. در هر صورت ما خوانده شدیم که او را جلال بدیم. آمین. واقعا میتونید تصور کنید مثلا دیالوگ شیطان، حالا اون موقع که هنوز مزامیری نوشته نشده بود، اما واژه مزمور زبور یعنی سروده، به خودی خودش چیزی نیست، هر سروده یا میتونم مزمور بگن. اما شما میتونید تصور کنید وسط یه جلسه پرستشی در آسمان یه دعوا راه میفته، یه جنگ راه میفته، واقعا این دیالوگا چی میتونست باشه؟ همه عقده هایی که سر شیطان بود و دل شیطان بود عقده های پرستشی بود، و مطمئنن اگه میکائیل داشته سر به او دفاع میکرده از پدر و تخت خداوند و بر ضد او حرف میزده، جملات جایگاهی بود که تو لایق نیستی، او لایقه. آیا این همین چیزی نیست که مزمور میگه؟ او را بستایید، نام او را بستایید، با بربط و عود او را بستایید، شایسته است که او را بستایید، او خدای خدایانه. ای دروازه ها سرهای خود را بران کنید، ای دروازه ها در حضور را بیستید، پادشاه جلال داره میاد. آیا اینها این مزمورها نمیتونه همش درباره آسمان باشه، درباره خداوند باشه؟ اینجاست که در واقع مزمور فقط مزمور 103 و 110 و 100 و 118 و اینها نیست. میگه هر سرودی که در وصف خداوند میتونه از قلب تو بیرون بیاد، این جنگ روحانیه. به جایی که اجازه بدی واژه هایی که دهانتو باز کنی مثل اژدها، دهانتو باز کن از روح خدا. یه جایی بس سکوت کنی سکوت کن، یه جای شکرگزاری کنی شکرگزاری کن، یه جای جنگ روحانی کنی جنگ روحانی کن، اما جنگ با عزیزانت نکن. آدم زخمی زخم میزنه، اون نمیدونه داره به چی میگه، تو که میدونی که باید چی کار کنی. حواسمون به ادبیات و واژه هایی که استفاده میکنیم باشه. میگه شکرگزاری کنید در هر چیز، در هر چیز، در هر چیز، واقعا هر چیز، در هر چیز. خب چرا باید شکرگزاری کنید در هر چیز؟ واقعا برای یه شوهر بدزبون، یک زن تیززبون، یه بچه تخس، واقعا چی باید شکرگزاری کنم؟ برای یه سابکار بد اخلاق من باید چی شکرگزاری کنم؟ واقعا به نظر شما میشه شکرگزاری کرد؟ بگم شکرگزارم خداوند را که بد اخلاق‌ترش کن، تندترش کن، تیزترش کن، غرغرترش کن. برای چی باید شکرگزاری کنم واقعا من؟ چرا باید در هر چیز شکرگزاری کنم؟ اونم وسط دعوا که نرخ تعیین نمی کنن. اولا من کی شکرگزاری کنم؟ خداوند، خدایی که حاکمه بر تمام شرایط زندگی من، و او میتونه به من حکمت بده چگونه زندگیمو کنترل کنم. خدا رو شکر که او را دارم، اگر نداشتم چیکار میکردم؟ تو الان فکر کردی اگه ایماندار نبودی الان کجا بودی؟
زندگی چی بود؟ اگه امروز ایماندار نبودی تو، الان بعد از همه سالها تو تا الان ایمان نیاورده بودی، فکر میکنی زندگی چیشه بود؟ کجا بودی الان؟ وضع چطوری بود؟ تو کدام تیمارستان یا بیمارستان خوابیده بودی؟ یا زیر کدام خربا خاک دراز شده بودیم؟ واقعا فکر کردی اگه ما ایمان نیاورده بودیم؟ آیا این همون چیزی نیست که میگه دلیلش گذاری ماست؟ خدایی رو داریم که ما رو از سختی ها عبور میده؟ نمیگه با سختی ها روبرو نمیشه، اما میگه من تو رو عبور میدم. میگه نمیگه از آتش روبرو نمیشی، میگه از آتش عبور میدم. نمیگه تو با آبها روبرو نمیشی، با نهرها روبرو میشی، میگه من تو رو عبور میدم. آمین. نمیگه با دره تاریک مد روبرو نمیشی، میگه در دره تاریک تو رو عبور خواهم داد. آمین. ما رو عبور میده. شما تصور کنید، بریم اشیا باب 6. میخوام جنبندی کنم. اشیا باب 6 همه میدونید دیگه، به هر حال یه بابیه که تو کتاب مقدس همه دربارش انقدر شنیدید و موعظه شنیدید، اما خوبه یه نگاهی دیگه داشته باشیم بهش. اشیا میدونیم که شرحال اینیه که میگه خدا رو دیدم در کرسی جلال خودش و صرافین داشتن او رو پرستش میکردن. یه مقدار درباره صرافین میگه، قبلا راجعش موعظه کردم، نمیخوام الان واردش بشم. و آیه 3 میگه و یکی دیگری را صدا میزد و میگفت قدوس 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 پدر، قدوس عیسی، قدوس روح القدس. آمین. یهوه سبایو تمامی زمین از جلال او مملو است. تا آیه 1 داره میبینه، 2 داره میبینه، 3 داره میشنوه، که یه دفعه آنچه که داره میبینه تبدیل میشه به یه صدا و میگه صدایی زد و شروع کرد قدوس قدوس قدوس. همین که صدا میزد، آیه 4 میگه همه جا به لرزه در اومد و پشتش میگه وای بر من. چرا آیه 1 نگفت وای بر من؟ چرا آیه 2 نگفت وای بر من؟ چرا وقتی سر آیه 3 که اومد و واژه قدوس اومد گفت وای بر من؟ از 3 به بعد که صدایی میشنوه میگه وای بر من. چرا وای بر من؟ مگه چه کار کرده؟ چه تو نبی خداست، مرد خداست، در از خدا میگیره، چرا وای بر من؟ میگه اونا جلال در آسمان میبینن، دارن پرستش میکنن، و داره میگه تمامی زمین از جلال پره، ولی من جلال نمیبینم که او را پرستش کنم. وای بر من که زبانم مثل اونها نیست. همون فرشتگانی که در واقع یک بار جنگ را تجربه کردن و همچنان پرستش ادامه دادن و همچنان به خدا وفادار بودن، و همین باعث سقوط شیطان شد. اشیا داره میگه که زبان من مثل اونها نیست. حتما نباید زبان گناه بکنه. یه عبارتی میخوندم خیلی جالب بود، میگفت کسی که دعا و پرستش بکنه گناه نمی کنه، کسی که گناه کنه دعا و پرستش نمی کنه. گناه میتونه هر چی باشه، حداقلش درباره زبان داریم میگیم. تو در هر صورت اگه چیزی بگی، اگه چیزی نیکویی نداشته باشی بگی، طبیعتاً چی باید بگی؟ زبان تلخ. تمام فلسفه‌ام فقط صحبت اشتر همینه. حواست باش خواهر برادرم، این روزها شریره.
زمانهای آخر هستیم، روزها شریره. این شرایطی که الان داری میبینی تو دنیا داره همه میره به سمت گلوبالیست شدن. هر کس نخواد در واقع زیر اقتدار اون فکر جهانی قرار بگیره اوت میشه. همین طرح کرونا یه طرح ابتداییه، دوباره میاد متاسفانه. هیچ کس آرزو نمی کنه، به یه سبک دیگه میاد تا همه مجبور بشن یک نوع زندگی، یک استایل، یک فکر، یه ایده، یه رهبر و رئیس این جهان. اینجاست که در واقع اومدن خداوند نزدیکه. من نمیدونم شوهرت میخواد جا بمونه، میل خودشه، تو جا نمون. اگه زنت میخواد جا بمونه، میل خودشه، تو جا نمون و دعا کن که آمین جا نمونه. بچه هات نمیدونم میمونن یا نمیمونن، اما دعا کن که نمونن، اما تو جا نمون. اومدن خداوند نزدیکه. هیچ وقت تو دنیا، همه دنیا تا الان درگیره، حتی جنگ جهانی دوم که میگن جهانی، جهانی نبود، خیلی جا جنگ نبود، ولی این جنگ واقعا جنگ جهانیه. همه دنیا پره، یه جایی بگو که نرفته این جنگ، تلفات نداده. همه یک روز بعد انگار اون دنیا باید اون مارکو بگیره، نگیره کشته میشه. اما خدا را شکر قبل از اون کلیسا رو بوده میشه، کلیسا رو زمین نخواهد بود. اما چه کلیسایی، چه ایمان داری؟ حواست به قلبت و دلت باشه. این دنیا ارزش اینو نداره که یک چی بهت گفت دوتا بارش کنی. اجازه بده روح خدا برای خود دعا کن، زمزمه کن. مزمور برای چی بخونم؟ تو روزهای درد چه مزموری بخونم؟ آنانی که مرا آزار میدهند دشمنان من نیستند، بلکه اون یار رفیق و شفیق من بود که روزی با من به خانه خداوند میآمد، او مرا آزار میدهد. این مزمور رو بخون. چه مزموری بخونم؟ دشمنان من دهان خود را گشوده و بر ضد من سیل ها روانه کردن، سیل های خروش ها روانه کردن، اما صدای تو خداوندا مهیب تر از هر صدای دیگری است. چه مزموری بخونم؟ چی بگم؟ اگه مزمور نخونی مطمئن باش نفرت میدی، مطمئن باش جوابش میدی. اگر سرود نخونی تو قلبت و ترنم نکنی، خداوند جانم در اختیار تو، زبان من رو تقدیس کن، بر زبان من قلف بگذار، مبادا گناه کنم، دل من رو تفتیش کن، مبادا در رو بدی باشد، چه مزموری بخونم؟ حالا فهمید چرا با من مزمور بخونم؟ پس مسخره نیست، خیلی هم عجیب غریب نیست. چی به تو کمک میکنه؟ گناه نکنی. به تو کمک میکنه خطا نکنی. به تو کمک میکنه مثل حکیمان رفتار کنی، دعوا رو کنترل کنی. یه چیزی میگه جواب نمیدی، ول میکنه میره. بر آتش افزوده نکن، هیزم نیار بر آتش بریز. یکی گفت بگو مگو نکن. محیط خونت رو آرام نگه دار، محیط خونت رو تو امنیت نگه دار. این روزها شریره، شادی تو میزنه، نگذار. تمام افسسیان فقط پیغامش همینه. میری جلوتر، فقط سه تا نکته میره جلوتر، میگه ای زنان، ای شوهران، ختم کلام. چون پشت جنگ روزهای شریر داره میاد سراغ زن و مرد بلا فاصله. میگه ای زنان، ای مردان، زن خود را همچون نفس خود محبت نما، و ای زنان شوهر خود را احترام کن. کلمات روزها شریره، اگه نکنی یه جوری دیگه میشه. آخه این که منو محبت نمی کنی که من بهش احترام کنم،
اونا میگین که به من احترام نمیکنه که محبتش کنم. دقیقاً هر دوتون بدونید روزها شریره، هی حق به تو میده، اون حق به تو میده، طعم شیرین رو نمیچشید. مثل حکیمان هوشیار بیدار، اون نمیفهمه، تو میفهمی. بعد میره سراغ فرزندان و والدین، میگه فرزند و والدین خود احترام بگذارید تا ایام عمرتون طولانی بشه، ایام عمر طولانی بشه. و از اون میگه ای والدین، فرزندانتون خشمگین نکنید، بچه‌هاتون رو عصبانی نکنید، بچه‌هاتون رو آتش خشم درشون تولید نکنید، آزارشو ندید. هیچ پدر مادری دوست نداره بچه‌شو آزار بده، اما بعضی مواقع بلد نیست، آزار میده. خشمگینشون نکنید. و بعد میاد سراغ صاحبکار و کارگر، میگه کارگر به نیکویی کار کن و اطاعت از صاحبکارت کن. ای صاحبکار، کارگر تو تهدید نکن. همه این باب راجبه چیه؟ رابطه، رابطه، رابطه. از کجا؟ دهان و کلمات. زندگی چگونه شفا بیابه؟ آره برای زندگیم امیدی نیست، همین که گفتی دیگه، تا الانم اگر بود دیگه نیست، تموم شد. واقعا بیایم زبان همون رو تقدیس کنیم. میگه انباری برداشت از مذبح اون فرشته، یکی صرافین، میگه و بر زبان من گذاشت، اینک لبهایت رو لمس کرده، عصیانت رفع شده و گناهت کفاره شده. این زغال فهم کنی چی باشه؟ آیا روح خدا نیست که دلهای ما رو تفتیش میکنه؟ آیا آتش خدا نیست که ما رو تقدیس میکنه؟ آیا روح خدا نیست که ما رو به گناه ملزم میکنه؟ آیا روح خدا نیست که زندگی ما رو حیات میده؟ آیا روح خدا نیست که ما رو در پرستش جلو میبره؟ آیا روح خدا نیست که از روح خدا پر بشیم در روزهای شریر مقاومت کنیم؟ این زغال چیه؟ آمین میتونه خون عیسی هم به هر حال باشه، اما بیشتر این زغال و آتش، آتش روح خداست. میخوام با این آیات شما رو برکت بدم، کلمه به کلمه، واژه به واژه این آیات برای زندگی ما، مثل همون حکیمان. کلام خدا چی میگه؟ حکمت از هر اسلحه جنگی، با هم بگیم، حکمت از هر اسلحه جنگی زورآورتر و قویتر و کاراییتره. آمین. کلام به خود حکمت ماست. پس میگه مثل حکیمان، پس مانند برگزیدگان مقدس که خدا دوستشون داره، بیاید احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و صبر را بپوشید. آمین. بپوشیم. متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنیم. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح تو را آمرزید، دستمون بالا، چنان که مسیح تو را آمرزید، تو نیز با دیگران چنین کن. بر همه اینها، یعنی چی؟ بر رحمت و مهربانی و تواضع و هم حلم و تحمل و همه چیز، میگه حالا بیا یه قدم برو جلوتر، بر همه محبت رو که کمربند کمال است بیفزا. یه قدم برو جلوتر. هللویا. سلامتی خدا دلهای شما را، شالوم خدا بر دل تو، سلامتی خدا، آرامی خدا، شفای خدا، امنیت خدا، صلح خدا رو قلب تو باشه. صلح خدا، اون شفای خدا، اون امنیت خدا، اون آرامی خدا روی قلب تو باشه، رو دلهای شما مسلط باشد که در آن در یک بدن خوانده شدید، و شکرگزار باشید. کلام مسیح را به دولتمندی
و به کمال حکمت ساکن شوید. یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید، دوباره مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی و با فیض با همدیگه حرف بزنید. این است اراده خدا برای من و تو در مسیح عیسی. شما رو برکت میدم با این آیات برای هفته‌ای که شروع میکنید. صلح و سلامتی خدا با شما باشد، باشد که شفاها، معجزات و چیزهایی که در واقع شهادت ها رو بفرستید. شهادت در رو برای شهادت باز میکنه، همینطور که دادن برکت در رو برای دریافت برکت باز میکنه، دادن شهادت ها هم در رو برای شهادت های بعدی و برکت های بعدی باز میکنه. آمین. صلح خدا با شما باشد و بماند تا هفته آینده. خدا رو شما رو به خدا میسپارم. آمین. آمین. آمین.